رئیس جمهور غنی گام دیگری برای تقویت روابط پرخم و پیچ افغانستان با کشورهای منطقه برداشت و برای شرکت در 18مین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا یا سارک وارد نیپال شد. رئیس جمهور غنی در حاشیه این نشست در گفتمان اقتصادی به کشورهای منطقه گوشزد می کند تا زمانی که گام های استوار برای متوقف ساختن تهدیدات توریسم بر ندارند به ثبات دست نخواهند یافت و این کشورها را با خشونت های بسا خطرناک روبرو می داند. شب گذشته نیروهای ما 33 عملیات را انجام دادند. هر روز ما در آسیای جنوبی با نوعی از خشونت های مختلف مواجه می شویم. خشونت علیه زنان، خشونت علیه کودکان، خشونت علیه معیوبین، اما بزرگترین خشونت خشونت فقر است. ما در امر مبارزه با این پدیده تا هنوز هم با بدترین موارد از فقر مواجه می شویم که تصور شده می تواند. از دید رئیس جمهور کشور افغان ها روزهای خشونت بار را پشت سر می گذرانند و همسایه های افغانستان باید برای پایان تهدیدات توریسم دست همکاری دراز کنند. و همچنان از این کشورها می خواهد مشکلات فراراه روابط بازرگانیشان را برداشته و نیاز است که فقر و خشونت ها در منطقه ریشه‌کن شود. آسیای جنوبی همچنان یک قدرت اقتصادی واحد در روی زمین است. ما تجارت خود را با مناطق دیگر بیشتر از مناطق خود انجام می دهیم. اما عقب ماندگی یک معضل جهانی است. اما اکنون نابرابری یک امر خاص است. وقتی یک شخص تولد می شود، روزهای بزرگ فرصت زندگی را مشخص می کند. همزمان با این مسئله در داخل کشورها، این امر تفاوت‌های خاص و عدم مساوات بنیادی را ایجاد می کند. سارک از اجلاس های مهم منطقوی به حساب می آید. قرار از فردا در اینجا رهبران 8 کشور جنوب آسیا گفتگوها برای تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی را آغاز کنند. اما دیده شد که تعهدات کشورهای جنوب آسیا تا چه حد در برچیدن گلیم غم اندو به ویژن و امنی های افغانستان موفق خواهد بود. فاد ناصری، آریانا نیوز، شهر کتماندو، نیپال.